سلام کوچولوهای عزیزم، قصه امروز آواز دهل شنیدن که در رابطه با مثل معروف آواز دهل شنیدن از دور خوش است ساخته شده. یکی بود یکی نبود، در دهی آباد و سرسبز اربابی زندگی میکرد. ارباب پسر یک دونه و لوسی به نام امیر داشت. امیر در شهر زندگی میکرد ولی بعضی وقتا به ده میومد و چند روزی اونجا میموند. اون شب و روز از خونه پدر بزرگش بیرون نمیومد و کارش خوردن و خوابیدن بود. باغ و صحرا رو دوست نداشت، با بچه های ده هم بازی نمیکرد. توی خونه ارباب دختری به نام جیران بود که توی آشپزخونه ارباب کار میکرد. وقتی غذا آماده میشد اونو به اتاق امیر میبرد. یک روز جیران با سینی غذا وارد اتاق امیر شد. بوی غذا امیر رو از خواب بیدار کرد. امیر با هیکل چاق و گندهش به طرف غذا رفت که ناگهان صدای دهل در اتاق پیچید. امیر با تعجب به صدا گوش داد و گفت: چه صدای قشنگی، این صدای چیست؟ جیران سینی رو روی زمین گذاشت و گفت: صدای دهله، اون طرف ده دهل میزنه. امیر که تا به ها نه دهل دیده بود و نه صدایش را شنیده بود با دقت گوش داد. به خودش گفت: من پسر ارباب هستم، باید همه چیز بلد باشم. بعد رو به جیران کرد و گفت: میخوام چند تا سوال ازت بپرسم، ببینم جواب اونها رو میدونی یا نه. بگو دهل چه شکلیست که انقدر صداش قشنگه؟ رنگ از صورت جیران پرید، آب دهانش رو قورت داد و گفت: ارباب، دهل مثل سنگ آسیابه ولی کوچیک‌تره. امیر خندید و به جیران گفت: سنگ آسیاب، آفرین، مثال خوبی زدی. صدای دهل دوباره توی اتاق پیچید. جیران از اتاق بیرون رفت. امیر لبخندی زد و با خودش گفت: حالا فهمیدم که دهل مثل سنگ آسیابه. امیر مشغول گوش دادن به صدای دهل بود که جیران با کاسه دوغ وارد اتاق شد. امیر مثل پدرش بادی در گلو انداخت و گفت: بگو ببینم دختر، دهل رو از چی میسازن که صدای به این قشنگی داره؟ جیران دست پاچه شد و گفت: ارباب، دهل رو از پوست گاو میسازن. امیر با تعجب گفت: پوست گاو؟ آفرین، درست گفتی، دهل رو از پوست گاو میسازن. جیران عقب عقب از اتاق بیرون رفت. امیر شاد و خوشحال کنار سفره غذا نشست و مشغول خوردن شد. از خودش خیلی راضی بود، چون با سوالهاش به جیران حقه زده بود و از زبون اون فهمیده بود که دهل چی هست و چطور اونو میسازن. بعد از مدتی جیران برگشت تا ظرفای غذا رو ببره. هنوز صدای دهل شنیده میشد. امیر با شکم باد کرده به جیران گفت: بگو ببینم چطوری صدای دهل رو به این قشنگی در می آورند. جیران گفت: عمو مراد دهل چی؟ دو تا چوب مثل چماق داره. او با آن چوب ها بر دهل می کوبد و صدای دهل در آبادی پخش می شود. امیر با تعجب گفت: چماق؟ جیران مشغول جمع کردن ظرف شد. امیر با خودش گفت: عجیب است، چیزی مثل سنگ آسیا با پوست گاو میسازنش، با چماق بران میکوبن، چه صدای خوب و خوشی دارد. جیران بلند شد تا ظرفا رو به اتاق ببره بیرون. امیر اون رو صدا کرد و گفت: باید مرا به آن طرف ده که دهل میزنن ببری. جیران مجبور بود اطاعت کنه. امیر سوار یک الاغ شد و جیران افسار الاغ رو در دست گرفت و دوید. امیر محکم به پالان الاغ چسبیده بود تا نیفته. بچه های ده با تعجب اون نگاه میکردند و میخندیدن. اونها هم دنبال جیران و امیر میدویدن. وقتی جیران و امیر به اون طرف ده رسیدن، همه ی بچه های ده پشت سرشون بودن. اما مراد دهلچی گوشه نشسته بود و چپق میکشید. دهل کنار دستش روی زمین بود. جیران نفس زنان ایستاد و گفت: این هم دهل عمو مراد. امیر با ترس از الاغ پایین اومد. با تعجب اطرافش نگاه کرد. او به دنبال یک سنگ آسیا بود که پوست گاو بر رویش باشد و با چماق بر آن بکوبند. به جیران گفت: پس دهل کو؟ جیران دهل رو به امیر نشون داد و گفت: این دهل است. امیر با تعجب دهل نگاه کرد. جلو رفت و لگدی به اون زد. صدای بلندی از دهل بلند شد. امیر عقب رفت و به جیران گفت: دهل کو؟ همون که مثل سنگ آسیاب و پوست گاو به روش کشیدن و با چماق بهش میکوبن و صدای خوب و خوش میده، اون دهل کو؟ جیران با ترس و لرز گفت: ارباب، دهل همین است. امیر عصبانی شد، چند لگد دیگه به دهل
کوبید و گفت صدای دهل قشنگ و خوش است و اون لگد محکمی به شکم دهل کوبید و ادامه داد اما این صدای خر است. ناگهان دهل پاره شد. اما مراد گفت ارباب چرا دهل رو پاره کردی؟ امیر چند لگد دیگه به دهل زد و گفت من اون دهل رو میخوام که صداش خوب و خوشه، نه دهلی که مثل خر ار میکنه. جیران لبخندی زد و گفت ارباب مگر شما دهل رو نمیشناسید؟ از قدیم گفتند صدای دهل شنیدن از دور خوش است. امیر با تعجب به جیران، عمو مراد، بچه‌ها و دهل پاره شده نگاه کرد و بعد سوار بر الاغ از اونجا دور شد. عزیزانم اگه داستان‌های ما رو دوست دارید و می‌خواید کانال ما رو دنبال کنید، یادتون باشه سابسکرایب و به روی علامت زنگوله کلیک کنید. اینطوری به محض خوندن داستان جدید با خبر میشید. یادتون نره ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید.